با تقدیم سلام مجدد بینده گرامی، مطلب امروز خبری و سیاسی نیست، جالب و آموزنده است. توجه کنین، میگن روز معلم کلاس پنجم به دانش آموزانش گفت من تمام شما را دوست دارم، ولی و در واقع این احساس را نسبت به یکی از دانش آموزان که تیدی نام داشت اصلا نداشت. لباسای دانش آموز همواره کثیف بود، وضعیت درسی و ضعیف بود و گوشگیر هم بود. این قضاوت او بر حساس عمل کرده تیدی در طول سال تحصیلی بود. با بقیه بچه ها بازی نمی کرد و لباسایش چرکین بود. تیدی به قدر افسرده و درس نخوان بود که معلمش از اصلاح اوراق امتحانیش و گذاشتن علامت در برگشت با خودکار سرخ و یا داشت عبارت نیاز به تلاش بیشتر دارد احساس لذت میکرد. روز مدیر مکتب از این معلم درخواست کرد که سابقه تیدی را بررسی کند. معلم کلاس اول درباره او نوشته بود تیدی کودک باهوشی است که تکالیفش را با دقت و به طور منظم انجام میدهد. معلم صنف دوم نوشته بود تیدی دانش آموز دوست داشتنی در بین همصنفی های خودش است، ولی به علت بیماری سرطان مادرش خیلی ناراحت است. اما معلم صنف سوم نوشته بود مرگ مادر تیدی تاثیر زیادی بر او داشت. او تمام سعی خود را کرد، ولی پدرش توجهی به او نکرد و اگر در این راستا کار انجام ندهیم به زودی شرایط زندگی در منزل بر او تاثیر منفی میگذارد. در حالی که معلم صنف چهارم نوشته بود تیدی دانش آموز گوشگیری است که علاقه به درس خواندن ندارد و در صنف دوستی هم ندارد و موقع تدریس میخواهد. اینجا بود که معلمش خانم تامسون به مشکل دانش آموز پی برد و شرمنده شد. این احساس شرمندگی موقع بیشتر شد که دانش آموزان برای جشن تولد معلمشان هر کدام عدیه با ارزش در بسته‌بندی بسیار زیبا تقدیم معلم خود کردند و عدیه تیدی در یک پلاستیک چملک شده بود. خانم تامسون با ناراحتی عدیه تیدی را باز کرد. در این موقع صدای خنده تمسخر آمیز شاگردان فضای صنف را فرا گرفت. عدیه او گردنبندی بود که جای خالی چند نگین افتاده آن با چشم میخورد و شیشه عطر که سه بخشان خالی بود. اما هنگامی که خانم تامسون آن گردنبند را با گردن آویخت و مقداری از آن عطر را با لباس خود زد و با گرمی و محبت از تیدی تشکر کرد، صدای خنده دانش آموزان قطع شد. در آن روز تیدی بعد از مکتب به خانه نرفت و منتظر معلمش ماند و با دیدنش به او گفت امروز شما بوی مادرم را می دهید. در این هنگام عشق خانم تامسون از دیدگانش جاری شد، زیرا تیدی شیشه عطر را به او عدیه داده بود که مادرش استفاده می کرد و بوی مادرش را در معلمش استثمام می کرد. از آن روز به بعد خانم تامسون توجهی خاص و ویژه به تیدی می کرد و کم کم استعداد و نبوغ آن پسرک یتیم دوباره شکوفا شد و در پایان سال تحصیلی شاگرد ممتاز صنف خود شد. پس از آن تامسون دست نوشته ای را مقابل در منزلش پیدا کرد که در آن نوشته شده بود شما بهترین معلمی هستید که من تا حالا داشتم. خانم معلم در جواب او نوشت که تو خوب بودن را به من آموختی. چقدر زیباست. بعد از چند سال خانم تامسون از دریافت دعوتنامه ای که از او برای حضور در جشن فارغ تحصیلی دانشجویان رشته طب دعوت شده بود و در پایان آن با عنوان پسرت تیدی امضا شده بود شگفت زده شد. او در آن جشن در حالی که آن گردن بند را به گردن داشت و بوی آن عطر از بدنش به مشام می رسید آزر شد. اما آیا می دانید تیدی کی بود؟
تید استوارت مشهورترین دکتر جهان و مالک مرکز استوارت برای درمان کودکان مبتلا به سرطان. از محبت خارها گل می شود. اینی که یک محبت چقدر زندگی یک فرد تغییر می ده و از حالت گوشه‌نشینی، حالت انزوا و حالت بی‌علاقگی او را نجات می ده به حوج شهرت و فهم و دانش می رسند. پس چه خوب است که همه با هم مهربان باشیم و یک دیگر را دوست داشته باشیم. به ادامه توجه کنید.